خب ما ادامه صحبتمون رو داریم با آقای دکتر سریج‌زاده. اولا بذارین من اینم بگم که بسیار ممنون که امروز اومدین و در برنامه ما شرکت کردین. من یه سوالی ازتون داشتم، میخواستم بدونم به نظر تخصصی شما راه چاره نجات دادن دریاچه ارومیه چیه؟ بله، اگر سهمیه آبش رو واقعا به موقع بپردازیم که گرفتن ازش و این رو این حق رو ازش گرفتن، خیلی سریع میتونه بازسازی بشه. این سدهای اضافی که زدن در اونجا تعداد بیشتری، ببینید زمان شاه یک طرح داشتن که سدسازی بکنن در کشور. اصولا ساختن سدهای بزرگ در کشوری مثل ایران غلط، ما نمیباید سدهای بزرگ ایجاد بکنیم مگر برای مصارف برق که اون خب یک مسئله دیگه است، ولی میتونیم سدهای کوچک رو بسازیم، سدهای کوچکتر در بالا دست حوزه های آبخیز. یه حوزه آبخیز در واقع که به انگلیسی کچمنت میگن، یه حوزه است که جریان بارانی یا برفی که میباره، جریان آب اون از یک مجرا وارد میشه و این میاد به رخانه اصلی وصل میشه و میریزه بعداً به دریا یا اقیانوس. یعنی جلوی این رودخونه ها رو گرفتن؟ جلوی این رودخونه ها رو گرفتن. با سدهای مختلفی که زدن؟ با سدهایی که مختلفی که زدن. یکی دیگه هم مسئله این هست که ما مسئله خوشحالی ها رو داریم که همیشه روند مسائل ما یک سالهای ترسالی داریم که باران زیاده، یک سالهایی داریم خوشحالی است. و ما اینا یک ترسالی بله. اینا بستگی داره به اون کلفهای خورشیدی. یعنی الان من میخوندم که داره خورشید داره فعال میشه و این کلفهاش میدونی اثراتی که خورشید داره روی زمین ما، در واقع زندگی ما همش وابسته است به خورشید، ولی اثرات خیلی زیادتری هم داره و واقعا این زمین ما و این کره زمین خاکی یک اعجازه در این کهکشان که ایجاد شده، برای اینکه فاکتورهای بسیار زیادی تأثیر گذاشته تا این محیط فراهم بشه و حالا ما انسان‌ها واقعا داریم این سرزمین این کره رو از بین می‌بریم. جای شگفتی داره، برای اینکه این ببخشید میگم این رو واقعا توهین نمی‌کنم به هیچ شخصیتی یا هیچ فردی، این جهالت ماست که داریم از بین می‌بریم طبیعتی رو، کره ای رو که اومده در اختیار ما هست و این مسلمه که تا همیشه پایدار نیست. بله، چون ولی تا اونجا که هست باید بهره برداری بشه. دقیقاً این در واقع دست ما امانته، از ما امانت. من یه سوالی ازتون دارم غیر محیط زیستی، خواهم بودم شما از کجای ایران هستین؟ من اهل بروژرد هستم. بروژرد یکی از واقعا شهرهای زیبای ایران هست، بهش میگن پاریس دوم. اوبا. بله، متاسفانه این شهر رو، اون طبیعتی رو که من در بچگی اونجا بزرگ شدم تخریب کردن، بیشتر و رفته زیر ساختمون و اون، ولی معلوم اون محیط زیبای خودش رو داره. رودخانه‌ای داره که این رودخانه سرچشمه رودخانه دزه، یک شاخش یک آبخیزش از اینجا میاد و یک تالاب داره در پایین دست شهر بروژرد که این تالاب به صورت طبیعی است، بهش میگن بیشه دالون و بعدن این جریان وارد میاد به شهر درود و اونجا یک شاخه دیگه ای میاد از عرض کنم که از طرف یکی از شهرهای دیگه در لرستان و بسیار آب شفاف و روانی داره واقعا اون رودخونه. آقای دکتر، شما در بروژرد نوروز چجوری جشن میگیرید؟ همینطور مثل بقیه ما ایرانی ها. بله، ما هفت سین میذاریم و بسیار ما اعتقاد داریم و دوست داریم. من که واقعا کودک بودم وقتی که نزدیکی های عید میشد اصلا رو شماری میکردم که عیدمون بیاد. از عید خاطره هم داریم؟ بله، خاطرات زیادی داریم ما. اون تعطیلی ها، خونه اقوام نزدیک. بله، خاله، بله. عمه، عمو. اولین عیدی که گرفتین چی بود؟ من میخوام عیدی که یادتون میاد. عیدی که یادم هست
شوهر خواهرم، خدا رحمتشون کنه، این کارشناس کشاورزی بود. یه روز اومد در خونه برای دیدنی، کسی نبود خونه، من در رو وا کردم بتونی که بیا تو. 2 تومن اون زمان به من داد و عیدی داد به من. اسکناس نو. اسکناس نو. آخرین عیدی باری که عیدی گرفتین کی بود؟ دیگه یادم نمیاد. ای بابا. چون من از سن 18 سالگی از برژر اومدم بیرون و دیگه اونجا نرفتم. آقا جان اینم عیدی رو بهشون بدی؟ به 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 به. این فعلا آخرین عیدی شما. دستتون درد نکنه. کاش منم یه چیزی داشتم تقدیم. نه خواهش میکنم، معلومات شما برای ما عیدی بود. سپاسگزاریم که تشریف آوردین آقای دکتر. سپاسگزارم. امید خدا در فرصت‌های دیگه ما از تخصص شما، از تخصص کارشناسی شما استفاده میکنیم و یه برنامه میذاریم واسه محیط زیست که خیلی مهمه. اینا همه جوره محیط زیست رو از بین بردن. بله. و اون فروچاله ها و چیزهای دیگه هم هستش که بله. به خاطر آبهای زیادی که گرفتن بله. زمین پوک شده و به همین خاطر بله. اینا خیلی اطلاعاتی که واقعا همه ما لازم داریم که بدونیم. خیلی ممنون که تشریف آوردین به این برنامه. سال خیلی خوبی داشته باشین و هممون آرزومند سال بهتری برای ایران هم هستیم. منم همینطور امیدوارم. ولی اول از شما تعریف کنم، بسیار زیبا هستی. خواهش میکنم. واقعا مرسی. جوان و خوشحالم که در این جمع بودم و تونستم دوستان خوبی برای خودم دست بارم. زنده باشه. برای شما آرزوی سالی سرشار از سلامتی و خوشی داریم. متشکرم. متشکرم. من میتونم این رو باز کنم؟ بله.